نورالدین عزیزی، سرپرست وزیر صنعت و تجارت، میگوید که این وزارت متعهد به فراهمسازی زمینه کار به 550 هزار جوان در کشور است. آقای عزیزی در برنامه مناظره کابل گفته است که افغانستان هنوز در بخش تجارت و صنعت به خودبسندگی نرسیده و تاکید کرده که برای خودکفا شدن افغانستان باید صادرات کشور افزایش یابد. در آماری که سرپرست وزارت صنعت و تجارت به تلویزیون یک داده است، دیده می شود که در سال گذشته بیش از 10,000 پایه ماشین‌آلات و 1,700,000 تن مواد خام از کشورهای گوناگون وارد افغانستان شده است. همیرا یوسفی نگاهی انداخته. عدم خودکفایی افغانستان از رهگذر صنعت و تجارت. جناب وزیر صاحب، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در گفتگو با تلویزیونی یک گفته است که افغانستان هنوز در بخش تجارت و صنعت به خودبسندگی نرسیده و تاکید کرده که برای خودکفا شدن افغانستان باید صادرات کشور افزایش یابد. اگر ما بگیریم که خدمات ما امرای تولیدات ما یک جا بسازیم، هر دو سکتور یک جا بکنیم و صادرات خود بگیم، ما نزدیک شدیم به بالانس تجارتی، نزدیک شدیم. و این که خودکفایی میگیم، در برنامه های قبلی ما یادآور شدیم که یک کم دیگه باید ما شما. آقای عزیزی میگوید که این وزارت متحد به فراهمسازی زمینه کار با 550 هزار جوان در کشور است و در بخش دیگر از این گفتگو تاکید کرده که قدرت اقتصادی مردم در 3 سال پسین افزایش یافته و سطح خرید آنان به 80 میلیارد دلار رسیده است. وزارت صنعت و تجارت در برنامه های صنعتی خود متعهد است به تعهد میسپاره به ملت و به وزارت کار و امور اجتماعی که 550 هزار افراد جوان در بخش های صنعت، در بخش های مسائل صادراتی ما شما که زون های صادرات است، بعضی برنامه های دیگه ای که داره، انشالله که به کار مشغول میسازه. در آماری که سرپرست وزارت صنعت و تجارت در برنامه مناظره کابل و تلویزیونی یک داده است، دیده می شود که در سال گذشته بیش از 10,000 پایه ماشین‌آلات و 1,700,000 تن مواد خام از کشورهای گوناگون وارد افغانستان شده است. در ادامه گفتگو این مقام وزارت تجارت افزوده است که تولیدات ناخالص افغانستان 3.5% افزایش یافته و کالاهای تولید شده افغانستان و کشورهای آسیای میانه، اروپا و حتی آمریکا صادر می شود.